چهار خرداد ساواک شاه سرمست از پیروزی که به دست آورده بود نعره میکشید که مجاهدین رو متلاشی کرده و اصلا تمومش کرده و پیروزی به دست آورده، چون به طور واقعی کادر مرکزی و بنیانگذارای سازمان مجاهدین همشون یا در زندان بودن یا شهید شده بودن. اما مجاهدین چی میگفتن؟ مرکزیت چی میگفت؟ و به طور مشخص حنیف کبیر چی اعتقاد داشت؟ و اون این بود که خونهای ما راه پیروزی رو باز میکنه و این نهال نوپای سازمان رو به درخت تنومند تبدیل میکنه. واقعیت هم همین بود. اون موقع شاهنشاهی ایران جشنای 2500 سالش رو گرفته بود، مجاهدین رو هم بهشون ضربه زده بود و مرکزیت و بنیانگذاران رو هم اعدام کرده بود و سرمست از این پیروزی ها خودش رو جزیره ثبات منطقه میدید. این رژیم شاه که اون زمان جزیره ثبات منطقه بود و همون موقع فکر میکردن تا 30 سال دیگه هم سرنگون نمیشه، بعد از 6 سال این جزیره ثبات دستخوش طوفان شد و به قول پدر طالقانی سیلاب خون مجاهدین اونو فرو ریخت. حالا چرا؟ برای اینکه این دستگاه دیکتاتوره که فکر میکنه که با کشتن، با خونریزی مجاهدین رو متلاشی میکنه، مقاومتی رو از بین میبره. اما به طور واقعی اون با خون ریختن گور خودش رو کند. دیدیم دیگه بعد از 6 سال سرنگون شد. چرا که این دستگاهی که دیکتاتور داره که یا باید به تسلیم بکشونه و یا نابود میکنه، این دستگاه از یک جایی میشکنه و اون ایستادگی و پایداریه. ایستادگی و پایداری مجاهدین که بهاش هم همون خونهاییه که داده شده، اون این دستگاه رو شکست، امید و اعتماد در مردم ایجاد کرد و منجر به پیروزی مردم و شکست جنگ شد.